بینندگان عزیز سلام، امیدوار هستم که همتون در هر جای افغانستان و بیرون از افغانستان هستین خوش و سلامت باشین. خواستیم تصویربرداری داشته باشیم از ساحی قسمت خمزرگر که وصل میشه و لیسه نسوان خمزرگر. دوستان عزیز، امیدوار هستیم که مو زیبایی هایی را که شما آرزویش دارین دوستانی که از ما تقاضا کردن براتون تقدیم کنیم و در این تصویر خود، در این فیلم خود، ویدیو خود داشته باشیم. این هم دوستای عزیز سرک خمزرگر است، سرک که وصل میشه در مناطق روستایی یا مناطقی که قسمت دور است. در وسط سرک دی خمزرگر و سرک خرسیدی قرار داره، یعنی اینجا زمین های زراعتی است، جنگلات مثمر و غیر مثمر است. سرک هم خوشبختانه که اکنون زیر بازسازی است. شما میبینین که جوی های اطراف سرک تحت کار قرار داره. بینندگان عزیز، اینجا دوستا کار دارن، مصروف ساخت دیوارهای استرادی جوی های جوار سرک هستن. میخوام امروز از اینا هم صحبت داشته باشیم. بیادر عزیز سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. میشه خودت معرفی بکنی؟ بسیار خوب. چه وقتی کار سرک شروع شده است؟ بسیار خوب. شما اینجا مصروف چی هسته؟ مصروف جوی سازیش هستم. خب بسیار خوب. چطور کار بار مردم چقدر خوشایند از این سرک جور میشه؟ نوات خوشایند. مردم بسیار خوش هست دیگه. بسیار خوش هست. نوات بسیار خوشایند. مردم وطن مردم میشه. چقدر ای طول این سرک چقدر هست؟ میفهمی کار که میکنه شما؟ در این منطقه که شما فعلا کار داری، این منطقه رو برام چی میگوید؟ من نام کوزی خانم هستم. بسیار خوب، تشکر از شما، موفق باشید. دوستان عزیز، حال در منطقه چهاراسیاب خمزرگر نزدیک شدیم. اینجا میبینیم که یک چنار بسیار بزرگ است. واقعا که دیده میشه شاید یک چنار بیشتر از 100 سال عمر داشته باشه، به خاطر اینکه خیلی یک چنار قوی و بزرگ است. دوستان عزیز، فعلا در منطقه چهاراسیاب خمزرگر هستیم. اینجا دوستایی که در این منطقه زندگی میکنن فعلا اکنون یک شورا همراه خود داریم. میخوام دوست ما خودم معرفی بکنه. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر. میشه خودم معرفی کنه؟ عبدالعظیم. بسیار خوب. عبدالعظیم جان، شما در این قریه زندگی میکنین؟ بله. این قریه چهاراسیاب خمزرگر است. میشه در مورد این منطقه تان صحبت بکنین؟ اینجا یک چنار بسیار بزرگ دیدیم و دیگه که سرکتان جور میشه، چقدر خوش هستین نسبت به زندگیتان، قصه کنین با ما. بله، خدا را شکر از زندگی ما راضی هستیم. چنار هم خیلی خدمات تاریخی داره که اینجا هست. از یادی دیگه ما به دنیا نامده بودیم که چنار بودیم. با فعلا هم خدا را شکر هستیم سرک کارش دیگه هم داره.
مردم زیاد خوشبین است که سرک جور میشه. چون نیاز بیشتر مردم سرک حساب است و سرک هم بسیار خراب بود سرک کجا که می آمدیم قبلا. بله بله بله. خیلی خراب هم است و ترمیمش دارم باش ببینه که بخیر به یه استاندارد چه قسم جور میشه به چه استاندارد درست میشه. تشکر از شما که بخیر باشید. میشه که پیام تا به دوستات که خارج از افغانستان هستن میشه دوستات باشن تقدیم کنید دیگه با تمام هموطنان خود همشهریان خود سلام تقدیم میکنیم در هر گوشه و کنار که هستن در هر زمان پروردگار باشن دور از مرض و تکلیف کرونا باشن و چیزی که باید سرطاما وقایع میشه یا باید تشکر از شما. خیر باشید دوستان عزیز. همین جا که قرار داریم چهار آسیاب خامزرگر است. شما و این نما را میبینین همین قسمت تصویره که همین چهار آسیابی است که در این قسمت زیر چنار قرار داره که از امو آثار باستانی بگوییم از جمله ساخته های بسیار قدیمی است که در اینجا این منطقه را به نام ای چهار آسیاب یاد میکنن. زمانی بود است که ماشین آلات نبود و امکانات خوب به دست مردم قرار نداشت و مردم از این آسیاب آردی استفاده میکنن و تا اگنون هم استفاده میکنن. این هم کلینیک چهار آسیاب خمزرگر که در قسمت غربی کلینیک مکتب نسوان مکتب لیسه نسوان خمزرگر هم قرار داره. می خواهیم که از مکتب هم تصویر داشته باشیم و این کلینیک است مرکز صحی جامع شهید عبدالوحید رحیم که نام این کلینیک فعلا در اینجا در لوحه‌اش است. و این هم مکتب لیسه نسوان خمزرگر است. قسمت دیواری مکتب ریخته شده بود است و بازم میخواهند دوباره اعمارش بکنند.